بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز سلام، وقت همگی شما بخیر. بازم خوش آمدین به ادامه درس ها. خب ببینیم بچه، ما و شما قبلا که زده بودیم این دهی از این قسمت کامپیوتر خود، ما میتونیم چی کنیم؟ زبان تغییر بدیم، زبان حالا فارسی میگیریم یا هر چیز دیگه ای که میگیریم، از اینجا میتونیم که زبان چی کنیم، زبان تغییر بدیم. مثلا باشه من یک نوتپد خود را باز میکنم، زبان که ما میتونیم در اونجا چی کنیم، نوشته بکنیم این قسمت. مثلا حالی فعلا انگلیسی است، اگه نشتا میکنم چی؟ هلو افغانستان، هلو افغانستان. باز که میایم در قسم، خب میایم در خط بعدی فارسی نشتا میکنم. میتونین که این از این قسمت در زبان کلیک کرد، از اینجا بین زبانش چینج کنین یا با کلید Alt Shift. Alt Shift وقتی میگین چی میشه؟ زبان چینج میشه. حالا ما میگیرم ما چی میشه؟ فارسی نشتا میشه. چی شد به ما؟ فارسی نوشته شد. خب ما فعلا فقط دو تا زبان در کامپیوتر خود علمی داریم، با Alt Shift میتونیم تغییر بده میشه و استفاده کنیم. ولی اگه وقت میشه که شما میخواین مثلا به جز زبان انگلیسی و فارسی دیگه زبان ها تایپ میکنین، هندی تایپ میکنین یا چیز دیگه ای این در کامپیوتر خود میخواین نوشته کنین، زبان های دیگه را که نیاز دارین به کامپیوتر خود اضافه بکنین تا از اونها نوشته بکنین، آنها رو ما به چه صورت اضافه میکنیم. خب ببین بچه، در قسمت کنترل پنل ما میاییم، کنترل پنل. از قسمت کنترل پنل وقتی که میاییم در این قسمت، میاییم در قسمت کلاک لنگویج اند ریجن، در اینجا که کلیک میکنید به این فضا میرسیم ما. خب به این فضا می رسیم. خب date and time که به ما چی میکنه؟ هم تاریخ و ساعت شما از اینجا تغییر دادن میتونیم. تاریخ و ساعت شما تغییر میتونیم که چی؟ که میگیم change date and time. وقتی در روی ایما کلیک میکنیم این بخش ما می و از اینجا میتونیم که چی کنیم؟ اینه ساعت شه و لر بخش شه بیم تغییر بتیم و اوکی بگویم. ولی بخش دیگه چی است؟ language زبان. فعلا میگه که تو دو تا زبان انگلیسی و چی را اضافه داره در کامپیوترت؟ فارسی را. انگلیسی و فارسی در کامپیوتر چی شده؟ اضافه شده. خب کدام زبان اگه خواست از اینجا ریموف کنیشه، ریموف کردن میتونی باز موو ها بینی باز در بالا آورده جایش تغییر بدی یا موو داون پس در پایان ببریشه. ولی از الانگویج add a language یک زبان دیگر اگه خواستید اینجا اضافه کنی از اینجا می اضافه میکنی. میگه که add a language، اینجا کلیک کرد این تمام زبان هایی را که شما می خواهید کلشان در اینجا در این قسمت چی است؟ کلشان در این قسمت هست. می بخشین. خب در این قسمت کل زبان هایی را که شما می خواهید در این چی شده؟ اضافه شده. باز از اونجا می بینم هر زبان را که خواسته باشین حرف اولش که تایپ بکنین به اونجا به ما میاره. مثلا ما اینجا خواستم باشم بگویم پشتو، اینجا که پی کلیک میکنم یعنی به ما چی میشه؟ اینجا به ما پشتو ظاهر میشه. صحیح؟ خب و یه را که شما گرفتین از اینجا که انتخاب شد میگین چی که به ما اد میکنین این اد و حال پشتو هم در چی شد؟ اضافه شد، زبان پشتو هم اضافه شد. و حال اینجا ببینیم ما سه تا زبان داریم، انگلیسی هم است، پرژن فارسی هم است و دیگه چی است؟ یعنی پشتو هم هست. کسی اینجا میتونیم چی کنیم؟ زبان اضافه کنیم. من خواسته باشم بازی ریموف کنم، این رو انتخاب کرد و پس میگم چی کنم؟ ریموف کنم. با من می چی میکنه؟ ریموف میکنه. زبان رو که خواستیم زبان رو پس با ما چی میشه؟ ریموف شده از کامپیوتر ما. به این صورت شما هر زبان را خواستین به کامپیوترتون اضافه می استفاده اضافه میکنین. بازی که خواستین نوشته بکنین از این طریقه بازی رو چک کرده میتونین، نوشته کرده میتونین. خب AC of Access که قسمت رو در قسمت بالا هم خواندیم و این قسمت خب بخش مهمی که در این سطح شما به فعلا به درد بخوره فعلا این قسمت نداره. این از بخش های کنترل پنل که ما در قسمت کنترل پنل چی میکنیم؟ انجام دادن میتونیم.